داستان این فیلم تو سال 2028 اتفاق میفته. مردی به اسم الکس مورفی به عنوان یه افسر پلیس وظیفه شناس تو راه اجرای قانون مجروح میشه. وقتی الکس در آستانه مرگ قرار میگیره، یه کمپانی بزرگ از این فرصت استفاده میکنه تا بدن نیمه جون اون رو با اندامهای روباتیک پیوند بزنه و از این طریق ابر پلیس‌های جدید خلق کنه. فیلم 2 ساعت و 1 دقیقه پلیسانی سال 2014 تو ژانر فیلم‌های اکشن علمی تخیلی به عنوان 4 رومی قسمت از مجموعه پلیسانی به صورت مستقل از قسمت‌های قبل منتشر شد و تا حالا با 231,000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 6.2/10 رو ثبت کنه. قسمت سوم پلیس آهنی سال 1993 از کشور آمریکا منتشر شد. تو این قسمت پلیس آهنی باید جلوی ماجرای جدیدی که توسط اعضای سازمان توکاری عملی میشه رو بگیره. اونا میخوان برای اجرای پروژه جدیدشون مردم دیتروید رو از شهر خارج کنن، ولی پلیس آهنی تصمیم داره شهر رو نجات بده. فیلم 145 دقیقه پلیس آهنی 3 سال 1993 تو ژانر فیلم‌های اکشن علمی تخیلی منتشر شد و تا حالا با 51,000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 4.1/10 رو ثبت کنه. شرکت OCP به شکل عمدی حقوق افسران پلیس رو پایین آورد و با فشار روی دولت تصمیم داره شهر دیتروید رو تخریب کنه و دوباره اونطوری که خودش دوست داره بسازه. پلیس‌های شهر اعتصاب کردن و این قضیه شهر رو هرج و مرج کشونده. از طرف دیگه مردی به اسم کین ماده مخدر جدیدی به اسم نوک رو منتشر کرد و باعث شده نصف مردم شهر درگیر این مواد بشن. فیلم 2 ساعته پلیس آهنی 2 سال 1990 تو ژانر فیلم‌های علمی تخیلی و اکشن منتشر شد و تا حالا با 88,000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 5.8/10 رو بگیره. قسمت اول پلیس آهنی سال 1987 منتشر شد. داستان این قسمت تو آینده‌های دور اتفاق می‌افته. الکس مورفی به عنوان یه مأمور پلیس جوان تو شهر دیترویت مشغول کاره. اون میون جنگ آسیب دیده و در آستانه مرگ قرار گرفته. ولی با پیشنهاد یه سازمان مخفی ماجرا به طور کلی تغییر می‌کنه و الکس قراره دوباره به زندگی ادامه بده. فیلم 1 ساعت و 42 دقیقه پلیس آهنی 1 سال 1987 تو ژانر فیلم‌های اکشن علمی تخیلی منتشر شد و تا حالا با 263,000 رای تو سایت IMDb تونسته امتیاز 7.6/10 رو ثبت کنه. ما
ممنون که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. برای دیدن ویدیوهای دیگه کانال رو دنبال کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا محض انتشار فیلم‌های جدید با خبر بشید.